سلام با ما همراه باشید با خلاصه خبرهای امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید حاضر است بدون پیش شرط و از موضع برابر با غرب درباره پرونده اتمی ایران مذاکره کند آقای روحانی این سخنان را امروز در مراسم رژه نیروهای مسلح که به مناسبت سال روز آغاز جنگ هشت ساله ایران و عراق برگزار شد مطرح کرده است روحانی همچنین بر حق ایران در غنیسازی اورانیوم در خاک خود تاکید کرد او ابراز عقیده کرده است که مشکلات موجود در این باره را میتوان از راه مذاکره و دیپلماسی حل کرد. آقای روحانی تاکید کرده ملت ایران ملت صلح، دوستی و همکاری است و با این ملت نمی توان با زبان زور و تهدید سخن گفت. این اظهارات در حالی مطرح می شود که در حال حاضر گمان زنی ها بر سر احتمال گفتگوی مستقیم سران ایران و آمریکا در جریان نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل شدت گرفته. و آمریکا اعلام کرده است که آماده تعامل با ایران بر اساس احترام متقابل است. حسن روحانی پیشتر تاکید کرده بود که میتوان صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران را تضمین کرد. امروز نیز گفت که ایران در پی تولید سلاح کشتار جمعی نیست و به تمام معاهدات منع گسترش این سلاح ها پیوسته و به آنها متعهد است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تحویل موقت واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر به ایران در روز اول مهر ماه خبر داد. آقای صالحی امروز در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت که نیروگاه اتمی بوشهر در دوره تحویل موقت دو سال باید کار کرد داشته باشد و در این مدت تحت زمانت طرف روسی خواهد بود. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی پس از طی این دو سال نیروگاه به طور کامل در اختیار ایران خواهد بود. مراسم امضای پروتکل تحویل موقت نیروگاه اتمی بوشهر فردا و با حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی حمید چیتچیان وزیر نیرو رئیس شرکت روسی پیمانکار نیروگاه اتمی بوشهر محمد احمدیان مدیرعامل شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی و دیگر مسئولان سازمان انرژی اتمی برگزار می شود. تحویل نیروگاه بوشهر به ایران در حالی است که قرار است فردا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نیویورک با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و در رابطه با پرونده اتمی تهران گفتگو کند شمار کشته شدگان خشونت‌های دیروز عراق به 91 نفر رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 73 تن از این قربانیان در دو انفجاری که در یک مجلس عزاداری در شهرک صدر بغداد روی داد، جان خود را از دست دادند. در این حادثه دست کم 202 نفر زخمی شدند. شهرک صدر بغداد منطقه شیعه نشین است. شاهدان عینی میگویند دو انتحاری که هر کدام سوار بر خودروی بمبگذاری شده بودند، عامل این دو انفجار بودند. از آغاز سال جاری میلادی خشونت های مذهبی در عراق روز به روز افزایش می‌یابد. این وضعیت که با تنش های بی سابقه سیاسی میان گروه های حاضر در پارلمان عراق همراه شده نگرانی از آغاز جنگ تمام ایار داخلی در این کشور را زنده کرده است. 59 کشته و 175 زخمی تا کنون در حمله اسلامگرایان مسلح به یک مرکز تجاری در نایروبی پایتخت کنیا به گزارش خبرگزاری ها، این را جوزف اولی لینکو وزیر کشور کنیا در جمع خبرنگاران اعلام کرده است او گفته نیروهای امنیتی عقیده دارند همچنان شمار نامشخصی گروگان در ساختمان تجاری حضور دارند از این رو عملیات بسیار دقیق و حساس است وزیر کشور کنیا همچنین شمار مهاجمان را 10 تا 15 نفر ارزیابی کرده است حمله به مرکز تجاری در نایروبی بعد از ظهر دیروز آغاز شد جنبش اسلامی جوانان سومالی که تابع سازمان القاعده است مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه به آیت الله علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی از او خواست تا مانع اجرای حکم اعدام 26 تن از جوانان اهل سنت کرد در زندان رجای شهر کرج شود او این نامه را 28 شهریور ماه برای رهبر ایران ارسال کرده است مولوی عبدالحمید در این نامه ذکر کرده که شرایط جهانی بسیار ملتهب است و دشمنان قسم خورده اسلام که از اختلاف سود میبرند در صدد بهره مولوی عبدالحمید در نامه خود از آیت الله علی خامنه ای درخواست کرده است که با تدبیر حکیمانه به هر نحوی که صلاح میداند از اعدام محکومان جلوگیری کند او تاکید کرده که اعدام این جمع اثرات منفی در داخل و خارج کشور به جا خواهد گذاشت به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مولوی عبدالحمید رو نوشتی از این نامه جهت پیگیری موضوع به دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز ارسال شده است این نامه در حالی منتشر می شود که روز پنجشنبه نیز سازمان عفو بین الملل ضمن ابراز نگرانی از گزارش ها در مورد اعدام قریب الوقوع چهار تن از اقلیت کرد سنی مذهب در ایران از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی خواست تا اجرای حکم اعدام آنان را متوقف کند. علی محمد شاعری قائم مقام سازمان حفاظت از محیط زیست ایران نسبت به افزایش آلودگی هوا در تهران همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید هشدار داد. به گزارش ایرنا او علت این امر را افزایش سی درصدی بار ترافیک از روز اول مهر دانسته است. آقای شاعری یکی از راهکارهای مقابله با افزایش آلودگی هوا را نظارت شدید مدارس بر سرویس های تردد دانش آموزان دانسته تا بدون معاینه فنی در معابر تردد نکنند. او همچنین خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت واحد و اتوبوسرانی برای رفع این موزل شده است قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست خواستار برخورد جدیتر نیروی انتظامی با خودروهای فاقد معاینه فنی دودزا و اسقاطی شده است آقای شاعری پایش و کنترل مداوم صنایع تولیدی آلاینده در اطراف کلان شهرها را از دیگر راهکارهای کاهش آلودگی هوا دانست همه ساله با آغاز سال تحصیلی جدید و با افزایش حجم خودروها در حال ترد خودروهای در حال در تردد در خیابانها کلان شهرهای کشور به خصوص تهران با آلودگی شدید هوا روبرو می شنند. ممنون از اینکه با این بخش کوتاه خبری همراه ما بودید. مشروع خبرها در ساعت 21 به وقت تهران.